و بعض نامه های مکرر رو که ایشون مجتهدن و ایشون مرجع تقلید نت که مجتهد مجتهد هر جوانی هم مثل مجتهد باشه. اگر نبود اصلا من معلوم نبود که بود و نبود ایشون چی میشد. اما اون نظامی که اون کار میکنه دو سال بعد در مقابل این نوت غیر از اینکه ایشون بفرسته از کشور بیرون که نمیتونه کاری بکنه. چرا؟ بله مسئله خیلی مهم است دیگه. یکی بخاطر اینکه این نظام مدعی ایرانیته. بله. نمیگم اون میهن دوسته، میگم مدعی این. بله. هست. وقتی شما مدعی این ناسیونالیسم اینجوری به هر صورت مدعی سربلندی ایران، به هر صورت مدعی مدرنیته هستین و ایران ملیت ایرانی رو وقتی داره میکنه که نمیتونه بگیری زندانش کنی. بله. اما همه این حرفای گفتم که به طور فشرده خواستم عبور کنم و اما این واقعیت های بگم که آقای خمینی که بعد از او تاریخ بعد از 21 سال بعد از اون داستانا پیداش میشه توی ما رو کار آمدن دموکرات ها و فعل و انفعالاتی که انجام میشه و آقای دکتر یزدی که از آمریکا بلند میره به نجف و بعد بر روی سرانجام سر در میان از پاریس، این آقایی که از تو پاریس میشینه و مردم میان از روزنامه های گوناگون و چه و جاها و رسانه های مختلف جهانی باید صحبت میکنن، با این آقای خمینی دارن صحبت میکنن، نه با آقای خمینی سال 43. کاملا خمینی سال 43 به بعد دارن صحبت میکنن. اونجا هم به همین ترتیب دیگه ایشون صحبت میکرد. تمام صحبتاش دیگه در پاریس هم بر همون مبنای سال 43 است. یعنی یا توجه درستی همه اون حرفایی که ایشون اینجا میزنه توضیح و تشریح همون دنبال همون حرفه. دقیقاً. یعنی ایران اون میانه، بعد استقلال ایرانه، بعد آزادی. این همه تاکید بر آزادی، این همه تاکید برای که حتی مارکسیست هم در بیان عقایدشون آزادن، همه آزادن مگر کسانی که بخوان ایجاد فتنه بکنن. البته او کلمه فتنه هم که به کار میبره خب او ادبیات خود آخونده و در هر حال این هم بلد هست که وقتی میخواد چیزی رو به صورت قول شفاهی هم بگوید از واژه های استفاده کنه که معنای کشدار داشته باشه. مثلا توته معنای مشخص حقوقی نداره. بله. میتونی خیلی چیزایی بگی منظور ما از توته اینه دیگه. درست. در هر حال یا فتنه همینطوره. بله. در هر حال او کسی که به تبعید رفت به جرم دفاع از ایرانیت به تبعید رفت، اتهامش این بود که علیه کاپیتالاسیون قیام کرده و یک درد مشترک فریاد زده. دقت کنید، اینا خیلی مهمه. بله. جامعه اصلا کار نداره که تو محاسباتی که تو مغز آقا بوده چیه. جامعه این تنین کاره. من الان خودم برمیگردم به 40 سال پیش، میبینم که وقتی که آقای محمدرضا حکیمی دوست دانشمند ما که خودش همون موقع روحانی بسیار خوب تحصیل کرده بود، بعد اون گذشته کتابای تحقیقی خوبی داشت، بخوام بند زنگ زد و گفت میخوام بعدتور بیام پلو شما. گفتم تشبیر وقتی آوردن تی دستگاه نواری گذاشت و میز گفت درم میخوا شما اینو گوش کنید و من اینو گوش کردم. البته داخل پرانتز بگم که بود و اون هنگام ها دستگاه نوار آسون نبود، کوچیکم نبود. بله. چون متحمل زحمت زیادی شده بودن چون دستگاه بزرگ. من هنوز حیرت خودم یادم وقتی اینا رو گوش میکردم. ای چطور ممکنه از تو حوزه رسمی یک روحانی رسمی اینجوری صحبت میکنه؟ این همه صحبت ایران، این همه صحبت استقلال. برای من که از نسلی هستم که سالهای اول دوم دبیرستان نهضت ملی ایران رو تجربه کردیم و این حرفا تو گوشمونه، بعد از این همه سالهای اینا توشمون دوباره زنده میشه. و انصاف اینه بره روحانیتش. یه خیلی حرفا تازدی حرفا. بله. بله. و من یادم نمیره که این انقدر در من تأثیر کرد که دو سه
سه روز بعد ناخودآگاه و خودآگاه من یک قصیده گفتم که بعد به نام تو سوگند. این قصیده اگرچه برای عواطف خودم گفته بودم، بعدی خب دست به دست گشته بود و گویا در تهران هم با کسی با خوشخطی با خط مستلق نوشته بودم، از این چاپ های زیاکسی که میکنن که بله پولیکوپیا بله بله نوعی از نوع خانواده فوتوکوپی و اینا پولیکوپی اسم چیه؟ پولیکوپی بله پولیکوپی بله بله نه فوتوکوپی پولیکوپی. بعد خب توی همون قصیده که خطاب بهشون گفته بودم ای وطن دور، ای مجاهد دربند، ای دل اهل وطن به مهر تو پیوند، نای تو خاموش همچو خشم که در مست، جان و فرزوش همچو شیر که در بند. بعد این صحبت توی قصیده آمده بود که خواست اهریمن پلید وطن را یک سر سودا کند به غیر به ترفند، خواست شو با وام غیر دام مذلت، طوق اسارت به گردن وطن افکند، داد چو بیگانه را جواز جنایت، خواست چو این ملک داز ننگ بیاکند، همت پاک از مدار رخصت خاری، نعره زدی کین بزاد تا که و تا چند. آتش خشم وطن زنای تو افروخت، بانگ تو برخواست چون غریب دماوند. ببینید الان همین در این شعر که خطاب به ایشون سروده شده، یعنی عواطف و احساسات من شاعر جوان اینجوری برمی‌انگیزه. چرا به خاطر چرا همچی چیزی سال 41 سروده نشده؟ بله دقیقاً. چرا به یکی دیگه سروده نشده؟ حالا بگذاریم از اینکه این شعر خب البته همینجور به طور خصوصی دست به دست میگشته، حالا بگذاریم از اینکه فلان قلم به مزد نظام سلطنتی که به هوا و آرزوی بازگرداندن خاندان پهلوی حکومت اسم اینو بگذاره در متن آقای خمینی. خب در زبان فارسی همواره میتونه مدد به ممدوحی مد مینویسه که ازش چیزی بگیره دیگه. بله. با هر مد یک صله هست، نه شعری که بابت هر کلمه‌اش وقتی بگیرن همون کار میکنن که باز خوندگی که مخفی کردیم تو زندان سال 49 بعد. بله منظورم اونا نیست، هستم فقط خواستم بگم که این با این فضا با این هوا و هم تو محیط سکوت یه همون محیطیه که مهندس بازرگان داهیانه پیشبینی کرده بود که همون سال 42 که اونای بعد سال 41 هم آقای خب مهندس بازرگان نگرفتن مثل بقیه بچه های جبهه ملی جداگانه، اون هم جدا بله. همه هیئت اجرایی جبهه ملی هم گرفته شدن بله. آقایان صدیق با همه سنجابی دیگه از دکتر بختیار همه شد اونجا، نهضت آزادی هم جداگانه. خب اونجا یک جمله تاریخی آقای مهندس بازرگان داره به سرلشکری که رئیس دادگاه نظام است بله. میگوید که آقای رئیس دادگاه باید مطلبی رو به شما بگم، خود شما دقت کنید و به بالاترهایم برسانید و آن این است: ما بدانید که ما آخرین گروه سیاسی هستیم که با اعتقاد به قانون اساسی اینجا داریم فعالیت کردیم و اینجا داریم محاکم میشیم. از این پس شما با کسانی روبرو خواهید شد که با زبانی دیگر با شما سخن میگوید. بله نه کلمه به کلمه آقای بازرگان دقیقا. ولی با این همه دادگاه آقایان مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی هر کدام به 10 سال زندان محکوم کرد و 7-8 نفر دیگه مثل عزت الله صحابی و چند نفر دیگه، کاظم سامی از بشه که مهندس ابوالفضل حکیمی یاد عزیزان باقی مونده بخیر،
اینها همه هم به مدت‌های 6 و 4 و 3 سال که بعدم یک راست فرستادشون به برازجان، جنوبی ترین منطقه کنار خلیج فارس. بله. خب ببینید اینها رو باید توجه بشیم. بنابراین یک جنبش ادامه پیدا به وجود آمده با این چشم‌اندازا که حکومتی سر کار است که عملاً در حقیقت چندان وابسته به آمریکا هست که این اسناد رسمی رو توی مجالس رسمیش تصویب میکنه و اصفهان بیش از مجموع آدمای اداری و سپاهی و سرباز و افسر و همه مستشار در مرکز مستشاری ایران هم، مستشاری نظامی آمریکا در ایران هم اصفهانه. این تصادفی نیست که بیشترین جنبش هم در جنبش انقلابی بهمن او بخش مذهبیش در اصفهان خیلی سنگین بود. اساسا جنبش سنگین بود. بله. برای که سیطره خارجی لحظه لحظه تو خیابون جلو چشمش داره میبینه. جوانان عزیز ما که بعد انقلاب به دنیا آمدن حق دارن که ندانن که کشور ایران 50,000 مستشار داشته. الان برو خود ما مشکل باورش. بله. ولی اینا خب اینا انوار رسمی دارن، اینا دیگه اداره مستشاری آمریکا هست. از اون سوی دیگر هم خب در راستای مرزهای شمالی ایران بزرگترین، قویترین، مجهزترین دستگاه های رادار ردیاب حرکات در آسمان شوروی وسیله آمریکایی ها نصب. هیچ کسی هم حق نداره بدون اونجا چیه، مال خودشونه. خب این کشور اگر مستعمره نیست چیه؟ هی نگویند که مدرسه اینجوری بوده، توی مدرسه شیرنی و شیر و شیر میدادن، مک غذا میدادن به بچه های مردم. خب بله، این یک بخشی از یک واقعیت، یک تصویر شده بوده در اون سالهای نخست اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 که بر اثر مسائل جهانی پول نفت نه تنها بره کل اوپک چندین برابر رسید درآمد. خیلی خوب مقداری از اینها هم صرف این شده است که به دانش آموزان توی مدرسه شیرنی بدن و شیر بدن، قطره ای هم برای اونا خرج. بله، این هم این بخشش هم مالو. ولی این کشور ایران مردمش حق دارن که بدانن این دستگاه. مگر ما با آمریکا چه بدهی داریم که میبایستی یه حرفها؟ معنیش این نیست که ما باید دوست شوروی باشیم. بیشترین صدمات تو 200 سال اخیر ایران از شوروی خورده. روسیه، بله، بعدم شوروی. بله بله، روسیه. من اسم عام میگم. بله بله، شکن ما تصحیح کردیم. بله، همون روسیه باید. درست. از اون همه بردن ها و اون همه تجزیه ها و بعد داستان ها که میدانیم، قرارداد های ننگین هم، اما قصه سر اینه که این جامعه ایران، این مردمی، ما با او تاریخ و با او فرهنگ و به هر صورت حتی توی همون قراردادهای 1917 و 1907 و بعد 1919 میان انگلیس و روسیه اون هنگام، حتی اونجاهای هم اینجوری نبوده که اینقدر مستشار ما داخل کشور مطلق الانان داشته باشیم. اونجا هم اینجوری نبوده که اونجایی بوده که این دو تا حریف شمال و جنوب حوزه حیات خلبت های خودشون تعیین کنن که تو حوزه هم دیگه دخالت نکنن. بله دقیقاً. اما این نبوده که یک کدوم بیاد علیه او یکی دیگه بزرگترین دستگاه جاسوسیش توی خاک مستقر. خیلی خوب. بنابراین خواستم بگم که وقتی میخوایم راجع به انقلاب بهمن 57 صحبت کنیم، باید همه این چیزای یادمون باشه. و بعد در آستانه انقلاب مخصوصا تشکیل حزب رستاخیز، یعنی روز سوم اسفند 1353 خورشیدی هم یادمون باشه. و اینکه همه احزاب تعطیل، یعنی اقام در حزب
آخیش حالا همه احزابی که وجود ندارن یه حزب مردم هن یه حزب ایران هن. که اونم فرمایشی خودشون هم میدونن فرمایشی تاریخ هم میدونن دوست و دشمن هم میدونن و بعد اون به همراه اون تعطیلی یک پارچه هر چه مطبوعات بوده هر چه مطبوعات نمیخواهم بگویم اون مطبوعات خیلی مطبوعات ملی در خدمت فرهنگ و تاریخ و آزادی و استقلال مردم ایران بودن، نه اونو نمیخوام بگم، ولی میخواهم بگویم برابر قانون اساسی مشروعیت اساسا مطبوعات رکن چهارم مشروعیت. بله دقیقا. تازه اینا تحمل اون مطبوعاتی که به اون اندازم آبکی بود نداشتند. همه ما همه آدمای کو سالها رو دیدن میدانن که مثل همکنون میدانن همه از مجلات که منتشر میشه همه اینا صفحه های اول دومشون مربوط به مطالبی بوده که از سوی سازمان امنیت اطلاعات میامده و باید اینا چاپ میشده. اینا دیگه جایی هیچ شک و شبهه‌ای نیست. بقیهش هم کی با کدوم هنرپیشه با کدوم خواننده عروسی را دوست بودن خواباره را من یادمه که بعد همون تو همون نطقی که شاه ایراد کرد که میبایستی همه اینها جمع بشن همه این مطبوعات هم جمع شدن تا که یک روزنامه کیهان من یکی اطلاعات من یکی هم همین روزنامه جدید و تأسیس رستاخیز. اما چندی نگذشت که در انتخابات به گمانم میشه 1354 و 54 و 54 پس من برام تحلیل روی کار آمدن دموکرات ها آقای کارتر در آمریکا